شورای ملی تصمیم چه شورایی است و اونو چطور تصویر می کنید و چرا اسمشو گذاشتی شورای ملی تصمیم؟ تصمیم برای کی؟ اجازه میخوام قبل از هر چیز درود بفرستم به شما جناب آقای آشناگر. خوشحالم، افتخاری است که در خدمت شما مخاطبان عزیز رادیو، تلویزیون و رسانه جهانی ارکوته باشم و اجازه میخوام سلام عرض ادب ویژه داشته باشم به دوست، یار، رفیق نازنین و استاد گرانقدرم محمد مدعی‌فر که من هم افتخار حضور در این برنامه را پیدا کردم. راستش سوالی است کلی. شورای ملی تصمیم، به باور من شورای ملی تصمیم جوابی است ضروری، عاجل و بدون فوت وقت به شرایط موجود ایران. من باور دارم، ما باور داریم شورای ملی با تصمیم همونطوری که شما در مقدمه گفتید، هممون متفق قولیم که این حاکمیت و این حکومت دیر یا زود فرو خواهد پاشید و فرو پاشی ستونهای از جمله اقتصاد دولتی شروع شده و آن که قدرت سیاسی حاکمیت هست، بخش های زیادی به حساب از این حاکمیت جدا شدن و این حاکمیت و 43 سال سیاه‌ریزی جمهوری اسلامی که بر مردم روا داشته نشان داده است که به یک سربزنگاه تاریخی و یک نقطه عطف تاریخی رسیده است. 1401 در سال 2022 آن چیزی که تابستان داغ حوادث ایران نام گرفته با باور من در تاریخ ایران ثبت خواهد شد و در این سربزنگاه تاریخی گروهی، عده کثیری، کسانی رو که پیش قراول بودن، کسانی رو که پرچم و بیره و آزادی خواهی برابری طلبی، حکومتی در خود و زندگی نرم عادی رو برای 85 میلیون ایرانی خواستار بودن، هزینه دادن، در زندان ها بودن، در از طیف های مختلف، با ایدئولوژی های مختلف، از تیره های مختلف، قومیت های مختلف گرد هم جمع شدن تا سر بدیهی ترین، مهمترین بندها با هم توافق کنن، چرا که روزی روزگاری به این نتیجه رسیدن که این درد جدا جدا درمان نخواهد شد و این فریاد مشترک رو بایستی در ذهن و عقل مشترک زد. چرا شورا؟ چون هر آن کسی رو که دلی دارد بیاد وطن و خواهان این است که این دوران پیش را گذر و گذر از جمهوری اسلامی رو به یک سرانجام مقصد ایران و آباد و آزادی رو برسونیم، بایستی این زمین مشای 85 میلیون ایرانی و آن چیزی که ایران نام گرفته و ایرانی رو که تا به امروز ما داریم و هر آن چیزی که پتانسیل هایی که از بین رفت و هر خسارتی هست، بایستی با شجاع با همدلی با متساوی رو بودن با هر نفر یک رای به یک سرانجام مقصود برسونیم. چرا ملی؟ به باور من آن شش ماده‌ای رو که کسانی در تا این ثانیه، تا این لحظه روش توافق دارن، اسماشون اومده، چه به عنوان اعضا، چه به عنوان حامی، آن شش ماده با باور من یک شش ماده است که میلیون ها ایرانی و به عبارت شورای ملی تصمیم، شورای ملی 85 میلیون ایرانی است. به اون شش ماده رو من با اجازت حضرت خلاصه میگم: جدای دین از حکومت، یعنی سکولاریسم، یعنی آن هر آن سیاه‌روزی 43 ساله رو که ما دیدیم، یعنی آن روزی رو که ایران ایرانی بچه‌ای که متولد میشه در شناسنامش قید میشه که چه مذهبیه و این مذهب برای تمام عمرش میتواند در چه جایگاهی در ایران زمین باشد، آن نوزادی که در حال حاضر در دارتشای مثلا در مریوان و مهاباد یا در چابهار و زاهدان و زاول یا سرخس یا ششتر داره، امروز متولد شده، متساوی حقوق و حق حقوق مساوی داره. ملی به این خاطر که این شش بند اساسی ترین بندهایی است که از جمله حفظ تمامیت ارضی، از جمله حکومتی غیر متمرکز، یعنی آریه گرفتن، درس گرفتن، یاد گرفتن از دنیای مدرن، درس گرفتن از به حساب کشورهای مترقی جهان که چه چیزی به ارمغان میتوانند با ما بدهند که ما بتوانیم حکومتی آری از تبعیض، آری از هر گونه ظلم و مضاعف رو بخوایم پیش ببریم. بندی دیگر این است که بیاییم یک بار برای همیشه یک مجلسی رو و یک مقدماتی رو برگزینیم تا بتوانیم خسارت کمتری در دوران گذر داشته باشیم. حالا مجلس مؤسسان و هر مجلس مهستان و هر اسمی رو که هر که هر ایرانی میتونه راجبش بذاره. بند دیگر که میتونم بگم از بدیهیات که ایرانی ایرانی یک بار برای همیشه به خودش
و به همراهش 85 میلیون ایرانی در زمین مشابه همدیگه شانس و اقبال اینو بدهند که باز از بشریت درس بگیرن کنوانسیون های مترقی جهان از جمله بیانیه حقوق بشر کاملا، از جمله هر آن چیزی که هر حقوق یک بچه است در مورد یونسکو، برابری زن و مرد و حق حقوق انسان ها که در چهار گوشه دنیا در کشورهای مترقی به حساب حکومت های برازنده ملت ها آمدن فقط نمایندگی کردن این قدرت سیاسی رو پای گذاری کردن، اعتنا کردن و سر تعظیم فرود آوردن برای حقوق شهروندی و حقوق شهروندی ایران ایرانی که یک حقوق شهروندی جهان شموله. همه این مهم باعث شد که برای اولین بار در تاریخ 43 سال بعد از حاکمیت جمهوری از دل ایران، نه فقط از دل ایران، آن زندان 85 میلیونی که حاکمیت ساخته، از دل زندان های جمهوری اسلامی، نه تنها زندان های به حساب زندانیان سیاسی، از دل سلول هایی رو که گروگان های جمهوری اسلامی درش سر میبرن، فکر و اندیشه ناب و اندیشه درخشان و دلخوشی و قوت قلبی ایجاد بشود که به تمام پیشقراولان، رهبران سیاسی، احزاب، جریان ها، سازمان ها، هر آنانی که در طول این چهار دهه هزینه دادن، گردن هایی که بالای دار رفته، سرب و گلوله خوردن، هزینه های سال 18 تیر، هزینه هایی رو که اعدام های کتابستان 67 بوده، در دی ماه 96، آبان 98، همه در یک سر به زنگای تاریخ بخواهند این بزرگان و این اندیشه ورزان و این کسانی رو که مسئولیت اجتماعی قبول میکنن حتی در وادی هنر با همدیگه به این اجباریات و به این مهم پاسخ ویژه بدهند که اسمش بشود شورای ملی تصمیم. ممنونم.